اینجا در شهر طالقان مرکز ولایت تخار با ایجاد یک کارگاه قالین بافی از سوی یک زوج زمینه آموزش قالین بافی و زمینه کار برای ده ها دختر که فارغ تحصیل پوهنتون و همچنان دخترانی که از رفتن به مکتب و پوهنتون محروم هستند مساعد شده است. مسئولان این کارگاه میگویند در حال حاضر 10 زن به عنوان استاد و 40 تن دیگر به صفت کارآموز در بدل یک مقدار معاش مشغول کار هستند. 40 نفر کارآموز داریم اینجا، 10 نفر استاد. دیگه تعداد قالین بافا هم زیاد است. دیگه خانمای تقاضا میکنن میاین که وای دفتر مراجعه میکنن ما را در قالین بافی شاگرد بگیرین، ما جای نداریم و که مشکلات جای است و زمین داریم بودجه نداریم که یک سنتر قالین بافی جور کنیم و از دولت امارات اسلامی خواهیم شما همیست که بر ما یک پروش سنتر مجهز بر ما جور کنه، یک 100-200 خانم ما در کار شامل کنیم. فانه بگویم که بازار بسیار زیاد کند است، بخصوص در عرصه قالین. در اینجا در مرکز شهر طالقان قالین بازار نداره و ما ایر انتقال میتیم به نمایشگاه که برگزار میشه، در اونجا یا به فروش میرسانیم یا در مرکز شهر قندوز که یا اصلا به فروش نمیرسم، که بسیار از یاد انبارای ما مانده و این روزا بازارا بسیار کند است. در واقع شماری از زنان کارآموز در این قالین بافی از ایجاد این کارگاه ابراز خرسندی میکنند و از حکومت میخواهند در چوکات شریعت برای زنان فرصتهای کاری را ایجاد کند. ما از امارت اسلامی میخواهیم که کار در چوکات قانون اسلامی بر ما فراهم بسازه. دیگه که ما تحصیل کردیم فعلا امکان کار در بیرون نداریم، بر ما از زمین طریق بر ما کار ایجاد کنه، حداقل در خانه خود ما کار بکنیم، یک درآمد از خود داشته باشیم. کاروبار و همچنان در بیرون است، چون امارت اجازه کار برای خانم ها نمیتن، زمینش هم فراهم نیست. دیگه بنابر امو ما آمدیم اینجا، یک چند تن از خانم ها جمع شدیم گردیم و کار میکنیم که بتوانیم یک دستاورد داشته باشیم و یک اندازه امتیازی هم نصب کنیم بخود. مسئولان در ریاست صنعت و تجارت تخار میگویند همواره از فعالیت های زنان مطابق اصول اسلامی حمایت میکنند. به گفته آنان در حال حاضر 350 زن در مرکز و اولسپالی ها مشغول آموزش قالین بافی هستند و از این مدرک معاش به دست می آورند. پوشش اداره ما 350 چیز است که خانیواست در 5 مرکز در خود مرکز ولایت و 5 مرکز دیگر در برخی از ولسوالی ها که اینا تحت پوشش ریاست صنعت تجارت کارهایشان در نزدیک وقت چی میکنن بسر میبرن. قالین بافان از نبود بازار قالین شکایت دارند و میگویند قالین های بافتی آنان در تخار بازار ندارد و از حکومت میخواهند برای فروشات آنان بازارهای خارجی را مساعد نمایند.